سلام، امروز فصل چهار کتاب رو شروع میکنیم که درباره مدل های چند دوره‌ای کلی هست. چند دوره‌ای به معنای اینکه تعداد دوره های زمانی بیش از یک هست و جنرال هم اینجا به معنی این هست که در واقع تعداد سهام ها بیش از یک هست، یعنی مثلا دی تا سهام رو به صورت همزمان بررسی میکنیم و هم دیگه لزومن هم تعداد سناریوها مثل مدل دو جمله‌ای در هر گام زمانی دو نیست، حتی لزومن مدل سه جمله‌ای یا ام جمله‌ای هم در نظر نمیگیریم، کلی تر از اون در نظر میشه گفت. در واقع این تعمیم همه مدل هایی است که ما توی این کتاب تا اینجا دیدیم. در مورد در واقع زیر بخش هایی که توی این فصل داریم، چند بخش اول کم و بیش تکرار ولی در حالت کلیه، همون مباحث فصل قبل هست، مفهوم افرازها در واقع، مفهوم امید شرطی یا شرطی سازی متغیرهای تصادفی رو داریم، تعاریف همون تعاریفی که تو بخش قبل دیدیم این بار تو چارچوب کلی، ویژگی های امید شرطی رو دیگه در حالت کلی ثابت میکنیم، برخی از اینا رو اشاره کردیم بهشون، برخی ها رو به صورت شهودی استدلال کردیم، از کنارش رد شدیم ولی به صورت سیستماتیکی در این بخش بررسیشون میکنیم و همچنین فیلتریشن ها و مفهوم مارتین گلا رو تو این چارچوب کلی خواهیم دید و در واقع استراتژی های معاملاتی یا به عبارتی همون سبدهای خودتامین پیش بینی پذیر که اینها رو هم تو بخش قبل دیدیم و ارتباطشون با مفهوم آربیتراژ، مثلا تعریف مفهوم آربیتراژ رو خواهیم دید. بنابراین میشه گفت این چهار بخش اول تعمیم همون مفاهیم فصل قبل هست، مفهوم جدیدی نداره، فقط چارچوب کلی تر شده، بنابراین نسبتاً با سرعت بیشتری میتونیم اینها رو بریم. بعضی جا تکرار هست، تکرار میشه مطالب، به نظر من بد نیست چون به احتمال زیاد این مفاهیم برای شما جدید بوده باشه، مفاهیم افراز، شرطی سازی، فیلتریشن، مارتینگل، و خب خوبه که اینجا دوباره یه بار دیگه تکرار بشه این مفاهیم. تو این بخش مدل رو در حالت کلی مطرح میکنه، در واقع تا اینجا روی سهام بیشتر بحث میکنه یا اصلا چون صحبتی از در واقع تو این بخش ها در کلی راجع به فضای احتمال هست، صحبتی از سهام نیست، اینجا روی سهم صحبت میکنه و تو این بخش در حالت کلی دی تا سهم رو در نظر میگیره و چارچوب کامل میچینه برای مبحث اصلی این فصل که میشه گفت قضیه اساسی asset pricing هست. ما قضیه اساسی قیمت گذاری رو در دو فصل قبل برای مدل تک دوره ای دیدیم در حالت کلی. قضیه اساسی اول که ارتباط آربیتراژ و احتمال ریسک خونسا رو مطرح میکنه و همچنین قضیه اساسی دوم که ارتباط رپلیکیشن و یا کامل بودن بازار رو با در واقع احتمال ریسک خونسا مطرح میکنه. گفتیم اینا قضیه اساسی هستن که تو همه مدل ها کم و بیش وجود دارن. اینجا در مدل چند دوره ای این قضیه رو بیان و اثبات خواهیم کرد. بخش های آخر هم یه سری مطالب تکمیلیه که البته جالب هست ولی نسبتاً کوتاه. بنابراین میتونیم بگیم به نوعی دستاورد اصلی این بخش همون صورتبندی و اثبات فضای اساسی قیمت گذاری باشه در مدل‌های چند دوره‌ای در حالت کلی. یه نکته در واقع خارج از درس هم اینجا اشاره کنم. این درس یک مزیتی داره یاد گرفتنش که شاید در هیچ درس دیگه ای، نه تو رشته ریاضیات مالی به طور کلی تو درس ریاضی نباشه، و اونم اینه که
این گپ بین احتمال مقدماتی و احتمال پیشرفته رو تا حدودی مفاهیمی که تو این درس می‌بینیم پر میکنه. ما تو احتمال مقدماتی با مفهوم تابع احتمال، قواعد کلی احتمال آشنا میشیم، بعد تو احتمال پیشرفته یه دفعه میریم سراغ مفاهیمی که مبتنی بر در واقع نظریه اندازه هستن و یک نگاه نظریه اندازه‌ای به احتمال. خیلی مفاهیم یه دفعه توی اولین برخوردشون توی احتمال پیشرفته کمی عجیب و ناملموس به نظر میرسن، و از اونجایی که احتمال پیشرفته یک راست با فضای احتمال کلی یعنی نامتناهی و پیوسته سر و کار داره، این پیچیدگی رو بیشتر میکنه. ما توی این درس یه اتفاق جالبی که میفته اینه که اون مفاهیم احتمال پیشرفته رو در یک چارچوب ساده فضای احتمال متناهی مشاهده میکنیم، مثل این مفهوم فیلتریشن، مارتینگلا، پارتیشن، و این به فهم بهتر رو موضوع به نظر من کمک کنه. و بعدن که اون تعاریف کلی رو شما ببینید در درس احتمال، نظریه احتمال یا احتمال پیشرفته یا چیزی شبیه این، براتون ملموس‌تر خواهد بود. این مزیتی هست که به حال همچین درسی داره و درس مشابهی تو دروس ریاضی نیست. حال درسته این درس موضوعش ریاضیات مالیه، ولی اون قسمتی که این مفاهیم احتمالاتی رو ما توش یاد میگیریم به حال مشابهی نداره. خب اینجا ما چارچوب کلی که داریم یه فضای احتمال امگا هست با ام سناریو، ام بزرگ تا سناریو، و یک تابع احتمال پی که احتمال این سناریو ها طبیعتا فرض میکنیم تحت اون مثبت هست. و مثل قبل اگرچه پی به طور کلی برای پیشامدها یعنی زیر مجموعه های از امگا تعریف شده، ولی ما برای مجموعه تک عضوی دیگه اون آکولادش رو نمی نویسیم، خود امگا رو می نویسیم. و بعد پیشامد کلی احتمالش میشه مجموعه در واقع احتمال اون سناریوهایی که توی اون پیشامد آ هستن. حالا و برای هر زیر مجموعه ناتوهی از امگا احتمال شرطی به شرط اون مجموعه B رو به این صورت تعریف میکنیم، یه اندازه احتمال جدید پی B هست که برای هر سناریوی امگا تعریف میشه احتمال اون سناریو تقسیم بر احتمال پیش آمده B. این همون تعریف احتمال شرطی مقدماتی هست. اونطور اگر امگا عضو B باشه، اگر امگا عضو B نباشه در واقع میشه صفر. بنابراین این حالت خاصی از همین قاعده احتمال شرطی کلی هست که یه آب شرط B مساوی میشه با پی A اشتراک B تقسیم بر پی B. و اگر شما آ رو بذارید تک عضوی امگا، در اون صورتی میشه پی امگا به شرط B که حالا کتاب با پی B امگا نشون میده، که قراره بشه. حالا اینجا دو تا اتفاق میفته، اگه امگا تو B باشه این اشتراکه میشه تک عضوی امگا، اگر امگا عضو B باشه تقسیم بر پی B میشه، اگر امگا عضو B نباشه اون اشتراک توهی میشه و احتمالش صفر میشه. بنابراین این اندازه احتمال همون احتمال شرطی کلاسیک. و وقتی این احتمال شرطی رو پی بی رو خودش رو به عنوان یک تابع احتمال نگاه بکنیم، دیگه برای هر متغیر تصادفی ایکس میتونیم امید شرطی به شرط یک پیش آمده بی رو به این صورت تعریف کنیم: سیگما روی همه سناریوها مقدار ایکس در احتمال شرطی اون سناریو. و بله، این رابطه هم رابطه مفیدیه توی محاسبات. این احتمال امید شرطی رو یه جور دیگه هم میشه نوشت. در واقع شما وقتی امید شرطی میگیرید انگار همچین کاری دارید میکنید. باز از این شکل استفاده کنیم برای مجموعه فضای احتمالمون.
شما یک زیر مجموعه از این دارید، مثلا بی، و یک متغیر تصادفی هم دارید. متغیر تصادفی چه جور موجوداتی هم تابعایی هستن از اومگا به آر، هر نقطه یه عدد نسبت میدن. وقتی شما در واقع امید میگیرید از خود ایکس، یعنی دارین یه جور میانگین میگیرین از ایکس روی اومگا. وقتی از ایکس به شرط بی امید میگیرین، معناش چیه؟ معناش اینه که انگار این قسمت از اومگا رو فراموش کردیم، قسمت بی مکمل رو، فقط توجهتون رو معطوف کردیم به بی، یعنی کلن دیگه بقیهش رو فراموش میکنیم. مثلا وقتی این کار رو بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که دیگه پی یه تابع احتمال نیست، چون پی کل دیگه نمیشه یک، پی بی دیگه ایستی کمتر از یکه. در نتیجه میایم کلش رو تقسیم بر پی بی هم میکنیم، هر احتمالی اون تو هست تقسیم بر پی بی میکنیم که جمعش بشه یک، یعنی پی بی تقسیم بر پی بی دیگه میتونیم بگیم میشه یک. و در نتیجه بنابراین شرطی کردن یه جور مثل محدود کردن فضای احتماله و به دنبال اون اسکیل کردن احتمال همه پیش آمده با یه ضریب یک تقسیم بر پی بی، به نحوی که احتمال کل بشه یک. پس امیدم که میگیریم از متغیر تصادفی یک مثل اینه، مثل اینه که x رو تهدید بکنیم به مجموعه b، یعنی x رو تهدید بکنیم به مجموعه b به معنای تابعیش، و بعد از این امید بگیریم. منتها این امید رو نسبت به، یعنی میتونیم اینجوری بگیریم، امید رو معمولی بگیریم، بعد یک رو تقسیم بر p b رو ضرب کنیم در این. حالا این فرآیند تهدید کردن رو هم میشه با استفاده از تابعه ایندیکیتور که ما بهشون میگیم حالا تابع مشخصه استفاده در واقع بیانش کرد به این شکل که یک بی چه تابعه یه تابعه یکه، یک بی در واقع اینجا یک، اینجا صفر، یک بی روی بی یکه، خارج بی صفره. بنابراین ما میرسیم به این که اینجا تعریف یک بی هم میرسیم، یک بی هم خودش میشه به معنی متغیر تصادفی نگاه کرد، تابع ایندیکیتور یا بگیم مشخصه، شاخص هم میشه گفت. حالا تابع مشخصه مرسوم هست، ولی تابع مشخصه یه بدی که داره که با کاراکتریستیک فانکشن که اونم به ترجمه میشه تابع مشخصه، با هم ممکن اشتباه گرفته بشه. برای همین من هر موقع استفاده میکنم تاکید میکنم که منظورم تابع ایندیکیتور هست. یک بی اومگا در واقع تابعیه که اگه اومگا عضو بی بود یک، اگر اومگا عضو بی نبود صفره. یه تابعی به ما میگه رخ داد بی یا نه. و نکته مهم در مورد این تابع مشخصی که خیلی پرکاربرد هست در احتمال اینه که امیدش میشه همون احتمال بی. و یک کاربرد دیگه هم اینجاست دیگه، تو تعریف امید شرطی. شما میتونید امید شرطی رو بر حسب امید عادی بنویسین، منتها باید اون متغیر x رو ضرب در تابع مشخصه b بکنید، که اینجا گام به گام دیگه اینو نوشته دیگه، همون توضیحیه که ما دادیم. برای این رابطه رو در حالت کلی ما داریم. حالا تا اینجا هنوز ما احتمال شرطی رو فقط به شرط، یعنی امید شرطی رو فقط به شرط پیش آمد گفتیم. حالا بریم اون مفهوم افرازها و یادآوری کنیم امید شرطی به شرط یک افراز معناش چی بود. یک افراز که خب معلومه چیه، یک متناهی تا زیر مجموعه از امگا هم که دو به دو مجزان و در واقع اجتماعشون هم میشه کل امگا. برای هر عضو از این افراز، مثلا ما همچین چیزی داریم، یک امگایی داریم، افراز شده به سری بی آی، بی یک، بی دو، تا مثلا بی همیتا میگیره تردشان بی کار، بی یک تا بی کار. و یه متغیر تصادفی هم رو امگا داریم، یعنی گفتیم چی؟ یعنی یه تابع از اون مجموعه امگا به آر. هر بار میایم اینو تهدید میکنیم به یه دونه از اینا و امید میگیریم، امید میگیریم به معنی میانگین میگیریم، منتها با همون ضریب احتمال خودمونم اسکیپش میکنیم. بعد میایم به این تهدید میکنیم، بعد به همه اینا تهدید میکنیم، اینا میشن سری احتمال شرطی.
امید شرطی، در واقع امید x به شرط b1 تا امید x به شرط bk. یه متغیر تصادفی که همه اینا رو تو خودش داره در واقع امید x به شرط p نشونش میدیم که تابع کازابطه ایه، بسته به اینکه اون امگا تو b1 باشه تا اینکه توی bk باشه. اینجوری تعریفش میکنیم این امید شرطی به شرط یک افراز رو. بنابراین این خودش یه دونه متغیر تصادفیه، پس من اینجا آرگومان امگا رو میذارم که مشخص باشه این یه متغیر تصادفیه. مثلا یه متغیر تصادفیه که رو هر کدوم از این اعضای افراز یه مقدار داره، مثلا رو b1 یه مقدار داره، بعد رو b2 یه مقدار دیگه ای داره، حالا میتونه مساوی هم باشه، رو b3 یه مقدار دیگه ای داره، همینطور رو هر کدوم در واقع یه مقدار داره. رو کل امگا هایی که مثلا تو b2 ان مقدارش مساوی متغیر تصادفی. ولی به هر حال همین که ثابت ثابت نیست، نتیجه اینه که یک متغیر تصادفی. اینجا این یادآوری تعریف در واقع امید شرطی. حالا اینو اومده اینجا به صورت جبری، به صورت عبارت جبری نوشته. البته اینجا فکر می‌کنم یه سیگما آن دیگه، این میگه برای امگا های عضو بی آی، وقتی امگا عضو بی آی باشه ما این رابطه رو برای احتمال برای امید شرطی x به شرط بی آی داشتیم دیگه. حالا برای هر امگا دلخواه چطوری میتونیم اینا رو به بچسبونیم به هم؟ یعنی شما وقتی یه تابع چند ضابطه ای دارین میتونید با یه سیگما به طور مصنوعی تک ضابطه ایش بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینجا یه دونه یک بی آی بذاریم ضرب داره این امید x به شرط بی آی. چرا این همون بالایی است؟ آی از یک تا کار به دلیل اینکه اگر شما امگا رو به این بدید امگا میاد اینجا دیگه، اگه امگا تو بی آی باشه تو بی جای دیگه نیست، در نتیجه اونا صفر میشن، این بی آی یک میشه، حاصلش میشه همین ای ایکس به شرط بی آی. پس این جور سیگما یا راهیه برای اینکه یه تابع چند ضابطه‌ای رو مثلا تک ضابطه‌ای بنویسیم که خاصی نداره. و اینکه اینجا حالا اومده خود امید x به شرط bi رو هم از این رابطه که بالا داشتیم جایگذاری کرده به همچین فرمولی رسیدیم. پس ما یه همچین فرمولی هم برای امید شرطی داریم که دیگه کاملا برای اسم امید معمولیه، از x ضرب داره تا مشخصه bi، یا به عبارت دیگه x تهدیدش به bi ها. خب تیل ریمارک یه مفهوم مهمی رو تعریف میکنه که به نوعی جایگزین مفهوم افراز میتونه باشه و اصولا توی احتمال پیشرفته اصلا به جای افراز از این مفهوم استفاده میکنه که بهش میگن میدان. دلیلش هم این هست که توی احتمال پیشرفته دیگه وقتی فضای احتمال نامتناهی و پیوسته میشه دیگه افراز کار نمیکنه، حالا به دلایلی که واردش نمیخوایم بشیم اونجا ناگزیر از این مفهوم استفاده کنیم. ولی تو فضای متناهی، فضای احتمال متناهی اینا معادلن با هم. حالا یه دونه فیلد چیه؟ یک فیلد یا میدان، البته این با اون فیلد جبر مجرد متفاوته. این هم یه ساختار جبری هست البته، ولی به هر حال همون فیلد یا میدانی که توی جبر داریم نیست. بعضی جاها هم به این میگن الجبرا یا جبر به جای فیلد، که باز اونم با اون الجبرایی که تو جبر مجرد داریم متفاوته به هر حال، ولی ساختارهای جبری هستن، شبیه هستن. حالا یک فیلد چیه؟ یک میدان چیه؟ یک میدان باز یک زیرمجموعه ای از مجموعه های مجموعه های امگا هست، منتها دیگه لزوما مجزا نیستن، بلکه میتونه در واقع اینطوری بگیم که این خاصیت رو داره که هر تعدادی از مجموعه تو F رو بگیرین اجتماع و اشتراک های اینا هم توی F هستن. این تعریف فیلده، تعریف البته مکمل. یک میدان یا جبر هر رو گفته میشه عبارت هست از مجموعه ای از زیر مجموعه های امگا که در واقع نسبت به اجتماع و
اشتراک و مکملگیری بسته باشد. یعنی بسته باشد؟ یعنی اگه دادی مجموعتون داشته باشی، مکملاشون هم تو این خانواده باشه، اجتماع و اشتراکاشون هم باشه. و به راحتی میشه از روی یک افراز به یک میدان رسید. چطوری؟ وقتی شما یه افراز دارین، مثلا یه افراز چهارتایی الان داریم از اومگا، شما اجتماع هر تعدادی از اینا رو بگیرین، اینا همه رو در نظر بگیرین، بریزین توی مجموعه جدید، الان افراز شما هست B1، B2، B3، B4. حالا بذارین افراز رو ستایی کنیم که بتونیم همه اعضای اون میدان رو هم بنویسیم. مثلا B1، B2، B3. این افراز شماست. میخوایم یک F تعریف کنیم، یه فیلد باشه، یه میدان باشه. میان همه خود B1، B2، B3 رو میذاریم، بعد مثلا اجتماع های دوتاییشون هم میذاریم، B1 اجتماع B2، B1 اجتماع B3، B2 اجتماع B3، و دیگه اجتماع هر ستاییشون هم میذاریم که اجتماع هر ستاییشون خب دیگه میشه اومگا. و البته مجموع توهی هم همیشه باید بذاریم، چون وقتی اومگا باشه مکملش توهیه، توهی هم باشه. این 8 عضو میشه، یعنی میشه 2 به توان تعداد اعضای این افراد. این افه یک میدانه به تعریف بالا، بازه چک بکنید. و این روش کلیه، یعنی هر افرازی داشته باشیم همجوری کتاب دازی داده، هر افرازی داشته باشیم، اگر بیایم یه تعدادی از اینا رو اجتماع بگیریم، همه اجتماع های ممکنه اعضای اون افراز رو بگیریم و البته توهی رو هم بهشون اضافه کنیم، این میشه یه دونه میدان. دلیلش واضحه، چون اگر الان دو تا از اینا رو اجتماع بگیریم، دوباره میشه یه اجتماع جدید از اعضای افراز. و اگر اشتراک بگیریم، چون تک عضوی های اون افراز با هم مجزان، اشتراکاشون فقط وقتی ناتوهیه که با هم یکی باشن. در نتیجه اشتراکی از این اجتماع باز میشه یه اجتماع. و مکملگیری هم که در واقع دلیلش میشه که چون هر کدوم از بی آیا مکملش اجتماعی از هر کدوم از اعضای افراز، مکملش اجتماع بقیه اعضاست، پس مثال مکملگیری هم به نوعی بسته هستن. پس به این ترتیب میتونیم از رو هر افراز یه دونه میدان بسازیم، یه دونه فیلد بسازیم. برعکس این هم درسته، اگه فیلد داشته باشیم میتونیم از روش میدان بسازیم. میدانه میتونیم از روش افراز بسازیم. چجوری؟ وقتی شما یه میدان داریم، الان فرض کنیم بالایی رو نداریم، پایینی رو داریم، چک میکنیم میبینیم همه خواص فیلد رو داره. از کجا بفهمیم که این متناظر با چه افرازیه؟ یه سری از اعضای این افراز، یکیشون که توهیه، هیچی، اونو میذاریم کنار. یه سریاشون هم هستن که قابل شکستن به اعضای کوچیک‌تره. مثلا B1 اجتماع B2 اجتماع دو تا چیز کوچیک‌تره، یا B1 اجتماع B3 همینطور. اون چیزایی که قابل شکستن به اعضای کوچیک‌تری تو این میدان نیستن رو بهشون میگیم اتم‌ها. اینا میشن اتم‌های این میدان. و این اتم‌ها رو بذاریم کنار هم میشه همون افرازمون. بنابراین این دوتا مفهوم با هم معادل هستن. فکر میکنم جلوتر از فیلدها البته استفاده خواهیم کرد، ولی بعضی جاها صرفا کار رو راحت تر میکنه از پارتیشن ها. دلیل استفاده داشتون اینه، ولی از نظر مفهومی کاملا ساختارهای معادلی هستن، یعنی به هم قابل تبدیل هستن. خب حالا این مثال رو هم ببینیم. اینجا میگه که اینجا میخواد مفهوم امید شرطی یا متغیر تصادفی نسبت به متغیر تصادفی دیگر رو بیان کنه. این هم مفهوم مهمیه، چند جور میشه تعبیرش کرد. اول تعریف ریاضیش رو بگیم، بعد نگاه های مختلفی که بهش هست رو بگیم. فرض کنیم این متغیر تصادفی وای که میخوایم به شرطی کنیم، مقادیرش مثلا کا تا مقدار مختلف داشته باشه، مقادیرش باشن وای یک تا وای کا. نکته مهم اینه که وقتی شما این متغیر تصادفی دارین، اون به صورت در واقع خود به خود یه افرازی از اون فضای احتمال به شما میده، فضای احتمال شما باشه، یه جایی از این فضا وای مساویه مثلا وای یک میشه،
این میشه عضو اول افراز. یه جایی وای مساوی وای دو میشه، همینطور تا یه جایی در واقع وای مساوی وای پا میشه. اینا اعضای افرازن در واقع، یعنی پارتیشن شما میشه مجموعه اینها، مجموعه چه زیر مجموعه هایی؟ مجموعه اون اومگا هایی که در واقع وای اومگا مساوی وای آیه، آی از یک تا کا. بنابراین یه افراز میتونیم از هر متغیر تصادفی وای به دست بیاریم. حالا وقتی میخوایم امید x به شرط y رو تعریف کنیم، اینو تعریف میکنیم امید x به شرط همون افرازی که از y به دست اومده. یعنی به زبان ساده در میگیم اون جاهایی که مقدار y مساوی y1 هست امید شرطی به اون میگیریم، بعد به جاهایی که y مساوی y2 هست و همینطور الی آخر. پس میتونستیم به شکل چند ضابطه ای هم اینو بنویسیم، یعنی بگیم که میشه امید x به شرط y مساوی y1 اگر وای اومگا مساوی وای یک باشه، تا امید ایکس به شرط وای مساوی وای کا اگر وای اومگا مساوی وای کا باشه. این هم تعریف دیگه از امید ایکس به شرط یه متغیر تصادفی وای، همین چیزی که اینجا گفته شد. خب حالا چند تا نکته، مثلا یکی این که همون دیدگاه زیر کلاس ها رو میشه همیشه داشت. امید گرفتن یه جور میانگین گرفتن رو کل وضع احتماله، امید شرطی میانگین گیری روی یک زیر مجموعه هایی، یک کلاس هایی توی اون فضا احتماله. انگار شما دارید میگید که متوسط x وقتی که y مساوی y1 باشه از این، این میشه مفهوم امید شرطی به شرط متغیر تصادفی. حالا این چرا یه متغیر تصادفی میشه؟ به خاطر اینکه خود مقدار وای معلوم نیست، یعنی بعد از مشاهده مقدار وای دیگه این متغیر تصادفی نیست، یه عدده، یکی از اینا میشه. ولی قبل از مشاهدهش ما میدونیم که بعد از مشاهدهش یه عدد خواهد شد، ولی هنوز چون مقدار خود وای هم نمیبینیم، بنابراین خود اینم برای ما متغیر تصادفی هست. و یه نکته دیگه مثلا اینه که اگر وای ثابت باشه امید x به شرط y چی میشه؟ ببین وقتی y ثابته چه افرازی به ما میده؟ وقتی y ثابته یعنی کلا مساوی مثلا y1، در نتیجه افراز بدیهی رو ما داریم از اومگا، یه تیک است. در نتیجه امید شرطیمون میشه امید به شرط کل اومگا. امید به شرط کل اومگا میشه همون امید عادی. بنابراین وقتی که متغیر تصادفی شما yتون ثابت باشه، امید x به شرط y همون e x و دیگه متغیر تصادفی هم نیست. در واقع امید معمولیه. البته اینجا یه نکته دیگه داره میگه، حالا اون نکته گفتیم که درسته، اینجا داره میگه که اگر وای روی مجموعه ثابت باشه، امید ایکس به شرط وای هم روی مجموعه ثابته. واضحه دیگه، بخاطر اینکه مثلا رو کل این مجموعه وای یه مقدار داره، امید ایکس به شرط وای هم یه مقدار داره، چون برای همه وای هایی که وای اومگا، همه اومگا هایی که وای اومگا مساوی وای دو، این یک عدد میشه اینجا. و اینجا میگه همونطور که دیدیم خود متغیر تصادفی وای مقادیرش اصلا مهم نیست، افرازش مهمه. یعنی مثلا شما وای رو به علاوه یک کنم برش، مثلا خب همه اینا به علاوه یک میشه، این به علاوه یک میشه، به علاوه یک میشه، یعنی افرازی که مثلا وای به علاوه یک میده با افرازی که وای میده فرقی نداره. به جای وای مثلا بذار دو وای، بذار وای به توان سه، هر دو به یک، به یکی از وای بذاری، باز افرازی که به ما میده همونه. بنابراین اگر دو تا متغیر تصادفی داشته باشیم که افرازشون یکی باشه، به هر حال امید شرطی هاشون هم یکی هست. ولی در حالت کلی اگر افرازشون متفاوت باشه، میتونه امید شرطی هاشون متفاوت باشه. خب حالا یه سری خواص مقدماتی امید شرطی رو در واقع صورت بندی میکنیم و اثبات میکنیم. اثبات ها معمولا خیلی بدیهیه، مهم بیشتر همین صورت بندیشون هست، چون بعدا در محاسبات خیلی کار رو ساده میکنیم. یعنی ما دیگه در آینده به جای اینکه برگردیم به این تعریف امید شرطی، فقط از همین ترکیبی از همین قواعدی که اینجا میگیم میتونیم استفاده کنیم برای اثبات ها. ویژگی اول این هست که
خطی امید شرطی، یعنی بیشتر خواص خود امید عادی رو داره امید شرطی، هم مثلا خطی بودن. یعنی چه؟ یعنی اگر خطی بودن البته نسبت به این آرگومان چپی دیگه، نه وایه، مثلا وایه خطی نیست، نسبت به ایکس خطیه. یعنی اگر به جای ایکس بذاریم آ ایکس اگر به بی ایکس دو، وقت میتونیم اینو جدا بکنیم، آ و بی رو هم بیاریم بیرون، همچین اتفاقی در واقع میفته. استفاده ساده است. شما اگه بخوایم بگیم دو طرف، دو تا متغیر تساوی داریم الان، دو طرف برای اینکه بگیم دو تا متغیر تساوی برابرن، باید بگیم برای هر امگا برابرن. چون هر دو طرف امیدهای شرطی نسبت به وای ان، تنها چیزی که مهمه اینه که وای امگا مساوی چی میشه، یعنی اینکه مهمه که توی کدوم عضو از افراز میفته. اگر اون امگا توی عضو B از افراز Y بیفته، خب ببینیم سمت چپ و راست چی میشن. سمت چپ چون الان تو عضو B از افراز هستیم، میشه امید این به شرط B، که خب طبیعتا میشه طبق تعریف امید شرطی میشه همون سیگما مقدار این عبارت ضرب در احتمال هر سناریو، احتمال شرطی هر سناریو به شرط همون B. بعد این دیگه اینجا میتونیم به وضوح این رو جدا بکنیم، یا سیگما عادیه در میاد A و B از اینجا و این دوتا سیگما میشه. بعد هر کدوم از این سیگما ها، مثلا اولیه X1 اومگا ضرب در پی بی اومگا، این دوباره میشه امید شرطی X1 این بار به شرط B، و این هم میشه امید شرطی X2 به شرط B. بنابراین رسیدیم به سمت راست، چون الان اومگامون توی عضو B از افراز Y هست، بنابراین اینا میشن امید X1 به شرط B و امید X2 به شرط B. پس این اثبات خیلی ساده بود. ویژگی بعدی که جلسه قبلی هم بهش اشاره کردیم، به طور شهودی پذیرفتیمش، اثبات نکردیم، الان اثبات دقیق میکنیم، و اون اینه که اگر شما از یه امید شرطی امید بگیری، تبدیل به امید عادی میشه. این یه تعمیمی داره که بعد از همین گزاره میگیم، اگر دو تا امید شرطی تو در تو داشته باشیم چی میشه. خب اول اینو با هم ببینیم. پس از امید x به شرط y میخوایم امید بگیریم، بگیم میشه همون امید x. اولا به هر حال دو طرف الان دو تا عددن دیگه، اگه دقت کنید امید x یه عدده. اینجا هم درسته که امید x به شرط y خودش متغیر تصادفیه، ولی چون ازش امید گرفتیم دوباره یه عدد میشه. درسته. حالا بیایم اون مقادیر وای بزرگ رو با همون وای ان ها نشون بدیم مثل قبل، و افرازی که به ما میده رو بگیریم بی ان ها، یعنی بی یک تا بی کا مثلا. این امید ایکس به شرط وای کا تا مقدار داره، یعنی مقدارش برای هر بی ان یه مقدار پیدا میکنه. پس اگه بخوایم ازش امید بگیریم، این متغیر تصادفیه، میخوایم ازش امید بگیریم، اینه دیگه در واقع امید ایکس به شرط وای اینه. در واقع میتونیم اینجوری بگیم امید x به شرط y به چه احتمالی میشه این؟ به احتمال پی y1 مساوی y1 میشه این، تا به احتمال پی y1 مساوی y1 به احتمال پی y مساوی y میشه این. پس اگه بخوایم از این دوباره امید بگیریم، یه امید پشت سر این بیاد، باید بگیریم هر کدوم از اینا رو ضرب در احتمالش کنیم، بعد با هم جمع کنیم. درسته؟ همین کار اینجا کرده. در واقع امید x به شرط bn رو، یعنی همین مقداره رو ضرب کرده در احتمالش، احتمال bn. حالا اینجا از اون نوتیشن تا به مشخصه استفاده کنیم خیلی کار ساده میشه. احتمال بی ان رو، باز میخوام امید ایکس به شرط بی ان رو می نویسیم امید ایکس در 1 بی ان تقسیم بر احتمال بی ان. بعد این احتمال بی ان با این احتمال بی ان ساده میشه، میشه امید ایکس در 1 بی ان. بعد سیگما میره داخل امید، چون این امید معمولیه دیگه، پس میشه ایکس ضرب در سیگما 1 بی ان. سیگما 1 بی ان چی میشه؟ چون بی ان های افراز از فضا هستن، تا مشخصه بی ان یعنی تابعی که رو بی ان یکه، جای دیگه صفره. اگر یک بی ان رو با هم جمع بزنیم، یه تابع میشه که همه جا یکه، برای میشه یک این عبارت. پس حاصلش جمعیده یک، همون چیزی که نخواستیم ثابت کنیم. خب
این هم ویژگی خیلی مفیدیه تو کار کردن با امید شرطی. تعبیرش هم اینجا گفته اینه که میانگین میانگین ها میشن همون میانگین کل، مثلا همون مثال میانگین کلاس ها. میانگین نمرات یه مدرسه رو شما بخواید به دست بیارید، میتونید اول میانگین نمرات هر کلاس رو به دست بیارید، بعد میانگین نمرات کلاس ها رو میانگین بگیرید. متا یه نکته ای وجود داره، اگر تعداد دانش آموزای کلاس های مختلف متفاوت باشه، شما نمیتونید میانگین ساده بگیرید از نمره کلاس ها. نمره اون کلاسی که دانش آموزای بیشتری داره باید با همون وزن تعداد دانش آموزانش وزن بیشتری تو میانگین مدرسه داشته باشه. و نکته جالب اینه که امید شرطی خود به خود اینو تو دل خودش داره، یعنی وقتی شما میای میانگین دومی رو میگیری، امید دومی رو میگیری، این درسته که داره رو این کلاس ها میانگین میگیره، ولی بر هر کسی یه وزنی قائله که اون وزنه مثل همون تعداد اعضای اون کلاسه، یعنی احتمال اون عضو از افرازه، بنابراین خود به خود اینو در خودش داره. و بله، حالا اینجا میخوایم راجع به یه تعمیمی از این رابطه صحبت کنیم. وقتی که یه امید شرطی رو بیایم امید شرطی بگیریم دوباره ازش، این وقتی چیز خوبی میشه که اون امید شرطی ها تو در تو باشن، یعنی یکیشون ریز شده ای از اون یکی باشه. اینجا حالا تعریف کرده، مثلا دو تا افراز P1 و P2 رو وقتی داریم، میگیم مثلا P2 ظریف‌تر از P1. اگر که همونطور که انتظار داریم هر عضو P1 انگار شکسته شده باشه به اعضای P2، یعنی اعضای P2 از شکستن اعضای P1 به اعضای کوچیک‌تر به دست اومده باشن، توی مدل دو جمله‌ای که ما در جلسات قبل بررسی می‌کردیم کاملا این ساختار وجود داشت و این تو در تو بودن افرازها مهم بود دیگه. در واقع مثلا وقتی دوره اول رو در نظر می‌گرفتیم، روز اول رو در نظر می‌گرفتیم، یه افراز به ما میداد با BU و BD نشونش میدادیم، ولی وقتی میرفتیم سراغ روز دوم، این دوباره هر کدوم از اینا دو تیکه میشدن، BUU و BUD، BDU و BDD. و در نتیجه میگفتیم در واقع افراز P2 ظریف‌تر از P1 است. حالا البته هر دو افرازی لزومی نداره قابل مقایسه باشن، ممکنه نه این ظریف‌تر از اون باشه نه اون ظریف‌تر از این باشه، بی ربط باشن، ولی ما در مورد افرازایی که یکی ظریف‌تر از اون یکی باشه یه رابطه خوبی بین امید شرطی ها در واقع برقرار هست. برعکسش رو میگه کورسر، حالا میتونیم ترجمه کنیم مثلا درشت‌تر، مثلا بگیم P1 درشت‌تر از P2 است. خب حالا اوکی بریم سراغ این گزاره. گزاره 4-6 چی میگه این گزاره؟ میگه که فرض کن دو تا متغیر تصادفی داریم، حالا با متغیرها گفته میتونه زیر راست با افرازها بگه، فرقی نمیکنه، که افراز Y ظریف‌تر باشه از افراز Z. اون وقت این رابطه بین امید شرطی ها برقرار هست. اگر اول به Y شرطی بکنیم و بعد به Z شرطی بکنیم، مثل اینه که از اول به Z شرطی بکنیم. حالا به این میگم ویژگی تاور، حالا ما بهش میگیم ویژگی تو در تو، مثلا امید شرطی تو در. خب کمابیش معلومه اینجا باز دلیلش چیه. از نظر شهودی وقتی شما یک متغیر ایکسی رو میخواییم میانگین بگیری، یعنی ایکسی تابعی باشه از این به آر، این که بخواییم امید شرطی مثلا به پی یک بگیری یعنی چی؟ یعنی یه بار رو این میانگین بگیری، یه بار رو این. حالا میتونی این میانگین ها رو اینجوری بگیری، اول رو این میانگین بگیری، رو این میانگین بگیری، بعد این دوتا رو با هم میانگین بگیری، این میشه میانگین رو این، بعد رو این میانگین بگیری، رو این میانگین بگیری، این دو تا رو با هم میانگین بگیری، این همیشه میانگین رو. بعد یه جورایی مثل همون گزاره قبلی که اثبات کردیم، متها خود اون امید کله یا امید شرطیه.
اسپویج هم همونجوری ساده است. با هم ببینیم این دفعه فقط نکتهش اینه که دو طرف دیگه عدد نیستن، دو طرف خودشون متغیر تصادفی هستن. ولی برای اینکه بگیم دو تا متغیر تصادفی برابرن، مثل همیشه کافی بگیم برای هر اومگا برابرن. و چون این متغیر تصادفی دو طرف هر دو امید شرطی به شرط زدن، پس روی اعضای افرازی که زد تولید میکنه کافیه فقط اینو چک بکنیم. یعنی کافی بگیم دو طرف روی مجموعه زد مساوی زد آی یه اوز از افراز زده اینا با هم برابرن. اسم اینو بذاریم سی جی، افراز های وای رو اسم بذاریم بی آی، چون وای ظریف تر از زده، یعنی هر سی جی میشکنه به اجتماع یه تعداد بی آی دیگه. مثلا اینجا مثلا این میشه یه سی جی خودش، مثلا میشه سی یک، این میشه اجتماع یه سری بی، بی یک بی دو داخل. پس فرض کنیم سی جی اجتماعی از بی آی ها باشه. حالا دو طرف رو به ازای اومگا چک کنیم مقدارش. و مقدار سمت چپ چی میشه؟ ما باید از این متغیر تصادفی که اصلا حالا اسمش هرچی میتونیم بذاریم بیایم چیکار کنیم؟ این ای ایکس به شرط باید خودش متغیر تصادفی دیگه، میخوایم اینو شرطی کنیم به سی جی. خب میشد یک تقسیم بر احتمال سی جی در امید این ضرب در یک سی جی. حالا بیام ای ایکس به شرط وای هم باز کنیم، تعریفش رو بنویسیم. ای ایکس به شرط وای چون الان دیگه نمیدونیم تو کدوم بی آی هستیم، ما فقط میدونیم تو اومگا توی سی جیه، نمیدونیم تو کدوم بی آیه، به شکل سیگمایی مینویسیمش. اون امید ایکس به شرط وای رو همون رابطه سیگمایی که براش داشتیم تا مشخصه بی آی در احتمال در واقع ایکس به شرط بی آی تا اینجا میشه. این یک سی جی هم که از اینجا داریم. خب پس اینو داریم. حالا اینجا چیکار میکنیم؟ در واقع چه تغییری اینجا حاصل شده؟ در واقع بله دیگه اینجا چون بی آی، بله چون بی آی زیر مجموعه از سی جی، یک بی آی در یک سی جی میشه همون یک بی آی. چون اگر بیرون بی آی باشیم که بی آی صفره، بی آی هم که زیر مجموعه سی جی پس اصلا یک سی جی اینجا زائد میشه، یعنی اینجا گفت چون بی آی زیر مجموعه سی جی این حاصل ضرب میشه همون یک بی آی. بنابراین اینا رو یکی کرده، این یک سی جی با این یک بی آی یکی کرده، هم یک بی آی نوشته. پس ما همچین چیزی رسوندیمش. حالا از خطی بودن امید استفاده میکنیم، این امید رو میبریم داخل. یک تقسیم بر پی بی آی که عدد ثابت میاد بیرون از سیگما از امید، یه همین چیزی میشه. و حالا امید یک بی آی گفتیم میشه همون پی بی آی. بعد پی بی آی با یک تقسیم بر پی بی آی ساده میشه، دوباره میرسیم به همچین موجودی. ایکسش رو دوباره میتونیم، یعنی نه عذر میخوام، امید رو میتونیم با سیگما جابجا بکنیم، یعنی این میشه امید سیگمای اینها. و بعد ایکس رو فاکتور میگیریم میشه ایکس ضرب در سیگما یک بی آی ها. سیگما یک بی آی ها میشه یک اجتماع بی آی ها، و چون اجتماع بی آی ها سی جی بود پس میشه یک سی جی. پس رسیدیم به این. حالا این چیه؟ این عبارت دقیقا همون امید ایکس به شرط زد وقتی رو مجموعه سی جی هستیم، یعنی وقتی اومگا باز به سی جی که الان ما رو سی جی هستیم. پس رسیدیم به سمت راست، یعنی از سمت چپ شروع کردیم رسیدیم به سمت راست. پس این ویژگی تو در توی امید شرطی هم به این صورت اثبات شد. خب این گزارم یک خاصیت باز خیلی کاربردی از امید شرطی رو میگه، که البته باز اثباتش خیلی ساده است، صرفا یه دونه چک کردن عضو به عضو تساوی هست. این گزاره به این صورته که میگه هر موقع شما امید یک حاصل ضربی رو بخواید شرطی بکنید، اگر اون زده در واقع به نحوی باشه که افراز وای ظریف‌تر باشه از افراز زد، در اون صورت اون زد رو میشه از تو امید شرطی آوردی. یکم رو این نکته تعامل کنیم که یعنی چی وای افرازش ظریف تر باشه از زد، معنی شهودی خاصی داره.
سوال الان این هست که سوال در چه صورتی در واقع افراز وای ظریف‌تر از افراز زد، یعنی حالا با شکل فرض کنیم، یعنی با شکل فکر کنیم زد یه افرازی به ما میده مثلا این شکلی با آبی بکشیم مثلا، حالا تو این شکل ست تا مجموعه افراز کرده فضا زد یک و زد دو زد اینا مقادیر مختلف زد بزرگ. بعد این که افراز وای ظریف تر از افراز زده، یعنی وقتی افراز وای رو میگیریم این مرزهای افراز زد رو داره، ولی یه چیزهای دیگه هم تو اینا به وجود اومده، یعنی ممکنه بعضی از اینا هم تقسیم شده باشن به یه مجموعه های، مثلا وای مساوی وای یک بشه، مثلا اینجا وای مساوی وای دو بشه، اینجا وای مساوی وای سه بشه، اینجا وای مساوی وای چهار، وای مساوی وای پنج، وای مساوی وای شیش، وای مساوی وای یه همچین تقسیم بندی. الان افراز وای ظریف‌تر از افراز زده، پس مثلا چجوری نمیتونه باشه؟ مثلا نباید اینطوری باشه که این افراز وای، این وای مساوی وای سش یه تیکه از زد مساوی زد یک رو داشته باشه، مثلا یه تیکه از زد مساوی زد دو رو. این دیگه توی اون شرط ظریف‌تر بودن صدق نمی کنه. الان هیچ کدوم از مثلا زد مساوی زد دو دیگه اجتماعی از افراز اعضای افراز وای نمیشه، این تیکه رو با هر چی اجتماع بگیری میزنه بیرون از زد مساوی زد دو، بنابراین این حالت مثلا مورد قبول نیست. پس همچین اتفاقی نباید بیفته که یه اومگایی باشه که یعنی دو تا اومگا باشن که وایشون یه چیز باشه ولی زدشون متفاوت بشه. پس این نتیجه رو میگیریم، نباید بتوان اومگا و اومگا پریم یافت که وایشون مساوی باشه، وای اومگا مساوی وای اومگا پریم، ولی زدشون نامساوی باشه. این دقیقا همین وضعیتیه که تو این شکل رخ داده دیگه، یه تیکه از وای مساوی وای سه تو زد مساوی زد دو، یه تیکه تو زد مساوی زد یک، این قابل قبول نیست. اینو به صورت عکس نقیض اگر این گزاره رو بنویسیم، معادلن هرگاه زد دوتا چیز مساوی، وای دوتا چیز مساوی باشه، زدشون هم باید مساوی باشه، یعنی هر وقت وای اومگا مساوی وای اومگا پریم، آنگاه زد اومگا مساوی زد اومگا پریم. درسته؟ و وقتی دو تا متغیر تساوی تابعن دیگه، الان هم وای هم زد تابعی از امگا به آر هم. وقتی دو تا تابع داریم با این خاصیت چی میتونیم راجبشون بگیم؟ این دو تا تابع وای و زد داریم که اگر وای دو تا چیز مساوی باشه زدشون هم مساویه. یه استدلال مقدماتی نجمه که در این صورت در واقع زد باید تابعی از وای باشه. بنابراین میتونیم اینم معادلن بگیم، معادلن Z تابعی از Y باشه، یعنی مثلا یه تابع F وجود داشته باشه از R به R که Z مساوی F Y. این میشه تعریف این که، یعنی میشه معادل با این که افراز Y ظریف‌تر از افراز Z باشه. وقتی شما تابعی از یه تابع از یه متغیر تساوی در نظر بگیرید، افرازش درشت‌تر میشه، افراز Z درشت‌تر از Y. دلیلش هم اینه که ممکنه دو تا چیز باشن که وایشون، حالا در واقع این توجه کنید، ممکن است دو تا چیز وایشون نامساوی باشه ولی زدشون مساوی باشه. این غیر ممکن نیست، چون این F لزومی نداره یک به یک باشه، دو تا چیز اصلا وای نامساوی هن، اف میگیری مساوی میشن، ولی برعکسش دیگه ممکن نیست، یعنی اگر زدشون نامساوی باشه نمیشه وایشون مساوی باشه. خب اینو توضیح رو پس داشته باشیم، حالا این شاید بهتر بفهمیم این گزاره رو.
تو این گزاره پس میشه به این صورت به این نگاه کرد، میگه که اگر زد تابعی از وای باشه، یعنی یه تابعی از وای اگر داشته باشیم، تابعی از وای رو میشه اوورد بیرون از امید شرطی. پس یه نتیجه از البته هنوز گزاره رو ثابت نکردیم، ولی یه نتیجهش رو ببینیم، این نتیجه خیلی پرکاربرد هست. بنابراین اینجوری میتونیم بگیم که نتیجه از گزاره 4-7 اینه که به جای Z بذاریم F Y. امید F Y در X به شرط Y مساوی هست با F Y میاد بیرون، امید Y به شرط X. حالا اثبات رو باید، اثبات ساده است. اینجوری هم البته با این عبارتی که اینجا گفته اینجوری هم میتونیم بهش نگاه کنیم. ببینید وقتی که افراز وای ظریف‌تر از زده گفتیم، یعنی زد تابعی از وایه، یعنی اگر وای رو بدونیم زد رو میدونیم. حالا وقتی شرطی میکنیم تعبیرش این بود که ما وای رو میدونیم، میخوایم متوسط زد ایکس رو با وجود این اطلاعات به دست بیاریم. خب وقتی وای رو میدونیم زد تابعی از وای، پس زد هم میدونیم، پس زد دیگه تصادفی نیست، قطعیه. وقتی چیزی قطعیه از امید ریاضی میاد بیرون، برای زد رو میتونیم بیاریم پشت، چیزی که باقی مونه امید ایکس به شرط وای. اما حالا اثبات دقیق این رابطه، خب مثل همیشه دو طرف دو تا متغیر تصادفی هن، باید برای هر امگا ثابت کنیم برابر، و دقت کنید که دو طرف روی اعضای افراز وای با هم برابرن. چرا؟ چون این که امید به شرط وای، این هم امید به شرط وای، زد هم که افرازش درشت‌تر از وای، یعنی روی تیکه های روی اتم های اون افراز وای، روی اعضای اون افراز وای یه مقدار دارن. پس کافیه یه عضو از افراز وای رو بگیریم برای اعضای اون، برای امگاهای تو اون دو طرف ثابت کنیم مساویان. عبارت سمت چپ میشه امید زد ایکس به شرط بی، وقتی امگا توی بی باشه، یه عضو از افراز وای. حالا ببینیم سمت راست چی میشه. سمت راست اینش که میشه زد امگا. خب این امید ایکس به شرط وای هم تعریفش رو نوشته، بعد اون زد امگا رو برده داخل. البته فهم کنم نه، داره همین رو باز میکنه، عذر میخوام، داره همین امید زد ایکس به شرط بی رو داره باز میکنه. اومده زد ایکس یه متغیر تصادفی دیگه، وقتی امید شرطی بخوایم بگیریم باید سیگما رو همه سناریوها بگیریم از مقدار زد ایکس ضرب در احتمال شرطی سناریو. بعد اینجا کاری که کرده اینه که چون روی یک اف روی یک تیکه از وای زد ثابته، چون زد تابعی از وایه، وقتی ما توی عضو از افراز وای هستیم یعنی مقدار وای ثابته، پس مقدار زد ثابته، پس زد برابر با زد کوچیکی. خب دیگه به جای زد امگا گذاشته زد کوچیک، چون الان تو امگا های تو بی هستیم، چون امگا اگه تو بی نباشه اصلا این صفره و میتونیم از سیگما حذفش کنیم، پس میتونیم زد کوچیک اینجا بذاریم. زد کوچیک وقتی بذاریم از سیگما میاد بیرون، دیگه به امگا ربطی نداره و این عبارت میمونه که این چیزی نیست جز امید ایکس به شرط بی. حالا این اثبات خیلی ساده بود، ولی گفتم رابطه پرکاربردی هست، یعنی هر چیزی تو امید شرطی داریم که تابعی از این شرط باشه رو میتونیم بیاریم بیرون از امید. بله اینجا همون تعبیری که ما گفتیم رو میگه. خب حالا یه ارتباطی هم با استقلال متغیرهای تصادفی داره در واقع این امید شرطی، این هم باز خیلی از شهودی قابل قبوله. میگه که اگر وای و زد مستقل باشن امید شرطی میشه همون امید معمولی. واضحه این، به خاطر اینکه وقتی وای و زد مستقلن یعنی دونستن زد اطلاعات جدیدی راجع به وای به ما نباید بده، پس چه زد رو بدونیم چه ندونیم متوسطش میشه همون امید وای. همینطور امید زد به شرط وای هم باید بشه امید زد. از شهودی واضحه، اما حالا اثبات دقیقش هم ببینیم. مشابهن مثلا اینو ثابت میکنه، میگه که دقت کنید الان سمت چپ یه متغیر تصادفی، سمت راست یه عدده. اگه بخوایم بگیم مساویان، یعنی باید بگیم برای هر امگا این سمت چپ مساوی با این عدده دیگه. برای هر امگا یعنی برای هر عضو افراز زد. یه عضو از افراز زد رو بگیریم، اینجا وای زد مستقله. فرض کنیم بی عضو از افراز زد باشه، روی اون عضو امید وای به شرط زد میشه امید وای به شرط بی، که حالا مقادیر وای رو هم گرفته وای آی ها، پس این امید وای به شرط بی رو میتونیم اینجوری بنویسیم، مجموع مقادیر ضرب در احتمال شرطی.
و اینجاست که از استقلال استفاده میکنه. اینجا دیگه یک گزاره مقدماتی از احتمال داریم که ما وقتی آ و ب مستقل باشن، پی آ اشتراک بی مساوی پی آ پی بی دیگه. اینو میتونیم به این شکل بازنویسی کنیم، پی بی رو بیاریم اینجا تقسیم بکنیم، نتیجه میشه که پی آ به شرط بی مساوی پی آ، یا به عبارت دیگه ما اینو با پی بی آ نشون بدیم. پی بی آ همون پی آ، یعنی شما میتونید اندیس بی رو حذف بکنید. اینجا هم همین کار کرد، اندیس بی رو حذف کرده شده این عبارت، که این عبارت دیگه اصلا به بی ربطی نداره و میشه امید وای. پس مستقل از اینکه بی چی هست، روی مجموعه بی، روی عضو بی از افراز زد، این مقدارش از امید وای. پس تساوی ثابت شد. خب در این بخش هم ما در واقع مجددا مفهوم مارتینگل ها رو، ارتباطشون با فیلتریشن ها رو بررسی میکنیم. باز تعدادی از چیزهایی که میگیم و در بخش قبل گفتیم، ولی بعضیش جدیده، بعضی از چیزهایی که بخش قبل گفتیم رو اثبات میکنیم اینجا، و به طور کلی با دیدی کلی تر و برای فاز احتمال کلی تر اونها رو خواهیم دید. خب اینجا که در واقع میاد افراز تولید شده توسط یه متغیر تصادفی رو میگه، که البته تقریبا اینو در بخش قبل هم گفته بود، نمیدونم چرا اینجا تعریفش میکنه، جاش تو بخش قبل بود، ولی به هر حال تعریف رسمی ازش تا حالا نداده بود. اینجا تعریف رسمی ازش میده، میگه که هر موقع یه متغیر تصادفی x داشته باشیم به فضای اومگا، یه افراز p اندیس x تعریف میکنیم که تشکیل شده از مجموعه های bi که bi ها هستن اون اومگا هایی که x اومگا مساوی x i خاصی، این x i ها یعنی x تا x i کا مقادیر مختلفی هستن که متغیر تصادفی x بزرگ میگه. این مفهومی که ما تا اینجا داشتیم. بله، اینجا حالا میگه اگر دو تا متغیر تصادفی داشته باشیم، ممکنه هیچ ربطی هم اینا به هم نداشته باشن، که اولی مثلا کا تا مقدار مختلف بگیره و دومی ال تا مقدار مختلف، شما میتونید به طور توأم فضا رو، فضای اومگا رو افراز بکنید بر حسب مقادیر x و y با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی میتونید بگید برای هر اندیس i از 1 تا k و هر اندیس j از 1 تا l، من میام bi j رو به این صورت تعریف میکنم، اون اومگا هایی که مقدار x برابر x i باشه و مقدار y برابر با y j باشه. یا به عبارت دیگه، چون جاهایی که مقدار x برابر با x i هست میشن همون bi ها که توسط x در واقع تولید شدن، اون وقت میایم رو bi نگاه میکنیم مقادیر مختلفی که y میتونه بگیره چیه و بر اساس اونها اون bi رو افراز میکنیم. برای خود bi افراز میشه به سری bi j، یعنی اگر روی j ها شما اجتماع بگیریم، همین رو بسه اگر روی j ها اجتماع بگیریم میشه bi. بنابراین اینجوری با این کار، یعنی با افراز توأم بر حسب x و y، به یه افرازی میرسیم که از افراز x ظریف‌تره دیگه، ریزتره، چون هر عضو از افراز x باز خودش افراز شده به یک پیش آمده کوچیک‌تره. پس دو تا متغیر تصادفی که داشته باشیم، اینا یک افراز توأم به ما میدن که با bi j نشونش میدیم، در واقع با p اندیس x با نشون. حالا با همین استدلال شما میتونید برای هر تعدادی متغیر تصادفی هم به طور توأم یه افراز به دست بیارید، یعنی اینکه بر حسب اینکه مثلا x1 چه مقداری میشه، x2 چه مقداری میشه و الی آخر، بر حسب اینها شما میتونید افرازتون رو تعریف بکنید. و حالا اگر n تا متغیر تصادفی داشته باشین، یادمون باشه که این اندیسه قراره اندیسه زمان هم باشه دیگه، یعنی xn
با افزایش N انگار زمان داره میگذره، و چون اصولا مجموع اطلاعات ما افزایشیه، یعنی این فرض طبیعی که داریم اینه که اطلاعات رو فراموش نمیکنیم، اطلاعات باقی میمونه، یعنی هر مشاهده جدیدی در هر زمان انجام میشه اطلاعاتش اضافه میشه به اطلاعات قبلی. بنابراین در زمان کا وقتی هستیم اطلاعات ما تشکیل شده از متغیرهای x1 تا xk، بنابراین میتونیم افراز تولید شده توسط x1 تا xk به صورت توأم رو در نظر بگیریم، اسمش رو بذاریم پیکا. روشنه که با افزایش کا این افراز ظریف‌تر میشه، یعنی پیکا و علاوه یک ظریف‌تر از پیکاه، چون همون x1 تا xk که هستن حالا یه xk و علاوه یک هم هست که اون خودش میتونه هر کدوم از اعضای پیکا رو افراز کنه به مجموعه های کوچیک‌تر. بنابراین یه دنباله از افرازها داریم که در واقع ظریف‌تر و ظریف‌تر میشن با افزایش کا. همچین چیزی رو ما بهش میگفتیم یه فیلتریشن، یه پالایش. تعریف پالایش همین بود دیگه در جلسه قبل دیگه. بنابراین یه جور طبیعی که پالایش ها ظاهر میشن این هست که شما در واقع دنباله از متغیرهای تصادفی داشته باشین حالا به هر تعدادی، و بیایید در واقع فضاتون رو بر حسب اینها افراز بکنید تا کامی. مثلا این ایکس اگر باشه از اولی تا کامی در واقع اطلاعات اینها رو میگیریم، میگیم که اولی مثلا فضا رو افراز میکنه به همچین وضعیت، بعد دومی از این افراز رو ریزتر میکنه، مثلا میتونه خیلی یک نواخت هم نباشه، بعد سومی از دوباره اون افراز رو ریزتر میکنه، یعنی شما افراز های ریزتر و ریزتری دارین به دست میارید و همینطور داخل. پس اطلاعات داره اضافه میشه، افزایش پیدا میکنه. این میشه تعریف در واقع این پیکاها و این پالایشی که از روی دنباله از متغیرهای تصادفی به دست میاد. ما در مدل های خودمون مثلا این ایکس آی ها رو میذاریم قیمت ها، و در نتیجه افراز های ما میشن اطلاعات قیمت ها تا زمان کار، این اطلاعاتی که از مشاهده قیمت ها تا زمان کار به دست اومد. حالا با اون ویژگی امید شرطی تو در تو که ما ثابت کردیم در مورد متغیرهای امید شرطی متغیر تصادفی، یه نتیجه جالبی میشه گیره. اگر x متغیر تصادفی شما باشه، امید x به شرط pm رو فرض کنید n کمتر از m باشه، وقتی n کمتر از m باشه یعنی pm ظریف‌تر از pn، هرچی امیدی سبزش بیدو کنه ظریف‌تر میشه. وقتی ظریف‌تر باشه ما یادمون میاد از همین گزاره‌ای که تو هم جلسه ثابت کردیم که اگر اول به شرط اون ظریف‌تره بگیریم بعد به شرط اون درشت‌تره، مثل اینکه از اول به شرط اون درشت‌تره بگیریم امید شرطی رو، پس این همچین رابطه ما داریم. حالا اگر این دنباله x به شرط امید x به شرط pn رو تعریف کنیم y n، اینو بازنویسی کنیم همچین معنی میده، میگه که امید y m به شرط pn مساوی y n. که این خیلی شبیه رابطه مارتینگل بودنه که الان در واقع گزارش رو میگیم و ثابت میکنیم. در واقع ما تو بخش قبل مارتینگل رو حالا یه جور دیگه تعریف کردیم، اینجا تعریف مارتینگل رو یکم تغییر میده ولی بلافاصله ثابت میکنه که اینا با هم معادلن. ما قبلا اینو به عنوان تعریف مارتینگل گرفته بودیم، که معناش این بود که در واقع امید مقدار فرآیند در لحظه بعد به شرط اطلاعات در این لحظه میشه همون مقدار در این لحظه. اینجا میاد تعریف رو تغییر میده، به جای اینکه بگه برای هر n این رابطه برقرار بشه، میگه برای هر m و n که n کمتر از m بود یه همچین رابطه برقرار بشه. توی پایینی اگه شما m رو بذارید n به علاوه 1 میشه همون بالایی دیگه. ولی خب حالا سوال اینه که اگر در واقع بالایی رو داشته باشیم آیا پایینی ازش به دست میاد یا نه، که اینطور هست نجه، یعنی در واقع بالایی هم پایینی رو نجه میده، یعنی هر دو اینا میشه به عنوان تعریف های برای مارتینگل
تکابرشون که البته پایینی استاندارد تعریف کتاب هم تو این فصل این کار کرده، این رو به عنوان تعریف مارتینگل گرفته، یه مارتینگل یعنی دنباله ام ال که نسبت به پالایش پی ام، فیلترشن پی ام این خاصیت رو داشته باشه، امید ام ام به شرط پی ام بشه ام ام. این همه ویژگیه که اینجا از این نحوه ساخت فرایند به دست اومد. یعنی نتیجه این حرف اینه که امید ایکس به شرط پی ان ها همیشه مارتینگل فرض بین. و بله تو این پاراگراف هم نکته خوبی میگه، توجه بهش مفیده، که میگه اصولا به امید همیشه میشه به عنوان بهترین تخمین نگاه کرد. یعنی مثلا تو احتمال مقدماتی هم دیدیم امید ایکس به نوعی بهترین تخمین از ایکس با یک عدد. یعنی اگر شما بخواید متغیر تصادفی ایکس رو با یک عدد تخمین بزنید، با یه عدد مثلا آلفا تخمین بزنید، بهترین تخمین برای شما در واقع امید ایکس خواهد بود. که حالا به طور مقدماتی اگر یادتون باشه تعبیری هم که از این بهترین تخمین بودن وجود داشت باز خودش به حسب امید بود، منتها امید مجزور، یعنی یه جور میانگین مربعات خطا. این در واقع مینیموم میشه. مینیموم این در کجا رخ میده؟ در آلفا مساوی امید ایکس. پس به نوعی میشه گفت امید ایکس بهترین تخمین ایکس با یک عدد. در مورد امید شرطی هم همچین تعبیری میشه داشت، امید ایکس به شرط پی بهترین تخمین ایکس با اطلاعات موجود در پیه. این دیدگاه هم خیلی مفید هست در مورد امید شرطی. مثلا همون مثال مدرسه و کلاس ها رو در نظر بگیریم. اگه شما بخواید کل نمرات دانش آموزان یه مدرسه با یه عدد تخمین بزنید، خب میشه میانگین نمرات کل مدرسه. اما حالا اگر این مدرسه کلاس هایی داشته باشه و شما بدونید که مثلا یه دانش آموز از چه کلاسی هست، جزء اطلاعات شما باشه، ما بهترین تخمین شما میشه چی؟ میشه میانگین نمرات کلاس اون دانش آموز. یعنی حالا دیگه برای هر کلاس شما یک میانگین حساب میکنی و بعد این عدده میشه بهترین تخمین، به شرط اینکه بدونی اون دانش آموز از چه کلاسی. اینجوری هم میشه نگاه کرد. که اگر اینجوری نگاه بکنیم اون وقت رابطه مارتینگلی که همچین تعریفی داره اینجا، امید ام ام شرط پی ام مساوی ام ام، معنای خوبی پیدا میکنه. این معنی چی میشه که MN، این الان N کمتر از M دیگه، MN بهترین تخمین، یا اینجوری بگیم در واقع بهترین تخمینه، بهترین تخمین MN بر اساس اطلاعات تا زمان N همان MN است. یعنی یه فرایندی داری، یه کمیتی داری که بهترین تخمینت و از آیندهش همون مقدار فعلیه. این میشه تعبیری از یک مارتینگل. یه اصطلاح دیگه هم اینجا تعریف میکنه به عنوان میجربل بودن، که البته منشأ این اصطلاح نظریه اندازه هست، مثل خیلی از مفاهیم دیگه که تو احتمال منشأشون از نظریه اندازه هستن. اصطلاح measure به معلومه دیگه، به measure برمیگرده که نظریه اندازه مربوط میشه. منتها اینجا منظور خیلی مشخص و ساده و شهودی هست. منظور از measure بریم در حالت کلی بگیم، حالا کتاب برای مارتینگل گفته ولی ما کلی بگیم، در واقع گوییم فرض کنیم یه پی افراز باشه. اگر P یک افراز باشد
ایکس یک متغیر تصادفی باشد، گوییم ایکس پی مجربل یا پی اندازه پذیر است. اگر چه اتفاقی بیفته، اگر که در واقع حالا اینجا میگیم که افراز ایکس، افرازی که ایکس میده درشتر از افراز پی باشه، یعنی پی ایکس درشتر از پی باشه، یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم پی ظریفتر از پی ایکس باشه. حالا این معنی شهودیش چیه؟ این اگر فضای نمونه ای ما باشه، امگا یه افراز داریم الان، این مثلا افراز ماست مثلا به پی، یه متغیر تصادفی ایکس هم داریم برای افراز اون ایکس درشتر از پی باشه، یعنی که اعضای افراز پی ایکس رو که میگیریم هر کدوم اجتماع یه تعدادی از اعضای افراز پی باشه، مثلا ممکنه این دوتا با هم اجتماعشون بشه یه عضو، این دوتا بشه یه عضو، این خودش به تنهایی یه عضو باشه، این هم به تنهایی یه عضو باشه. این که در واقع داره چه حالتی رو رد میکنه؟ میگه مثلا اینطوری نباشه که یه عضوی از در واقع پی از پی ایکس وجود داشته باشه که مثلا یه قسمتی از یکی از اعضای پی رو داشته باشه، مثلا یه قسمتی از اینو داشته باشه یه قسمتش رو نداشته باشه، یه همچین وضعیت نباید رخ بده. اگر برای فکر کنید میبینید این وضعیت معادل با این هست که هر موقع دوتا چیز تو یک عضو از افراز پی هستند، در این صورت مقدار ایکس هم روی اونها یکسان باشه. این شکلی که الان من کشیدم اینطور نیست، یه نقطه اینجا و یه نقطه اینجا مقدار ایکسشون متفاوته، ولی توی یه دونه عضو از افراز پی هستن. پس اینو میتونیم اینجوری بگیم، معادلا اگر اومگا و اومگا پریم عضو یه بی باشن توی پی، اون وقت ایکسشون مساوی باشه، x اومگا و x اومگا پریم با هم مساوی باشه. این میشه مفهوم اندازه پذیری. حالا همین نکته که در واقع تو همین جلسه چند دقیقه پیش گفتیم راجع به وقتی که افراز یه مثلا متغیر ظریف‌تر باشه از افراز یه متغیر دیگه، اگر مثلا پی وای ظریف‌تر از یه ایکس باشه، دیدیم که معنای این هست که در واقع ایکس تابعی از وای باشه، وقت ایکس در واقع مساوی اف وای میشه. پس مثلا اندازه پذیر بودن نسبت به پی وای یعنی تابعی از اون بودن. حالا این مفهوم هم گاهی ازش استفاده میکنه، ولی در واقع حالا خیلی ضروری نیست به این شکل روش نگاه کنیم. همینجوری میتونیم بگیم که در واقع افراز مثلا x ظریف‌تر باشه از افراز y. حالا اینو به طور خاص کجا داره به کار میبره؟ در مورد مارتینگل ها میگه اگه مارتینگل داشته باشیم، چون mn خودش طبق تعریف مارتینگل امید به شرط pn هست، این همیشه خود به خود افرازش همیشه نسبت به این پی ان اندازه پذیر هست. خوبه این همانه گذاره بگی اینجا امید ایکس به شرط پی همواره چیه؟ پی اندازه پذیر. برایش هم واضحه، چون پی اندازه پذیری معناش این بود که روی اعضای پی رو کل هر عضو یه مقدار داشته باشه،
مثلا یک جذبی همینجوری تعریف میشد، یعنی میگفتیم برای اومگا های عضو بی یک یه مقدار داشته باش، برای اومگا های عضو بی تو هم یه مقدار داشته باش، که الان این مقدارش هم امید به شرط اون پیشنهاد ها بود، امید به شرط بی یک و امید به شرط بی تو. این در واقع میشه در واقع به وضوح تو اون خاصیت پی اندازه پذیری سر میکنه، یعنی افراز این هرچی که باشه درشت‌تر از بیه، ریزتر از بی نیست، هیچ وقت نمیتونه در واقع سازگار نباشه با پی، اینجوری که مثلا یه تیکش توی عضو پی بیفته یه تیکش نیفته. خب حالا اینجا داره همون نکته رو میگه که ما اشاره کردیم، ما تعریف مون تا قبل از این جلسه برای مارتینگل این بود، تا قبل از این بخش الان تعریف اون این شده، رجوع از بالایی پایینی نتیجه میشه، کافی ام بزرگ ان بالایی، ولی آیا از پایینی هم بالایی نتیجه میشه که جوابش مثبته؟ این گزاره میگه که شما کافیه در واقع رابطه مارتینگلی رو فقط بین زمان ان و زمان بعدیش یعنی ان بالایی داشته باشین، در این صورت رابطه مارتینگلی در حد کلی نتیجه میشه. پس باشم دیگه با ویژگی هایی که از امید شرطی ثابت کردیم خیلی ساده است، میگه فرض کن ام بزرگتر از ان باشه، ما میخواهیم اینو ثابت کنیم دیگه، بیایم سمت چپ رو در نظر بگیریم، امید ام ام به شرط پی ان، یه دونه یه دونه میخوایم از فرض استفاده کنیم، یه بار ان رو میذاریم ام ام ان های یک، نتیجه میده که ام ام مساوی هست با این امید، در واقع اینجا از این ویژگی استفاده میکنه که چون ام بزرگتر از ان پس ام ام ان های یک بزرگتر مساوی ان، پس PMN های یک در واقع ظریف‌تر از PN. پس ما تو موقعیتی هستیم که یه امید شرطی تو در تو داریم که دومی درشت‌تر از اولیه، بنابراین حاصلش میشه خود امید به شرط دومیه اون درشت‌تر، پس این میشه امید MMN های یک، MMN های یک به شرط PN، یعنی از MM شروع کردیم به MMN های یک بزنیم، یه دونه کم شده همدید، حالا همین رو ادامه میدیم، بعد میشه MMN های 2 MMN های 3 تا در واقع میرسه به خود N، میرسیم به امید MN به شرط PN، و وقتی میرسیم به امید MN به شرط PN یه اتفاق ساده میفته و اون اینه که این هم خوب خودش رو به امانه گذاره بگیم، گرچه خیلی بدیهیه، اگر X یه اندازه پذیر باشد اون وقت امید x به شرط p میشه چی؟ فکر کنیم ببینیم چی میشه، امید x به شرط p باید باشه بهترین تخمین x با داشتن اطلاعات p، اما از طرفی اگه x p اندازه پذیر باشه یعنی با داشتن اطلاعات p مقدار x دقیقا مشخص میشه، چون با داشتن p ما میفهمیم تو کدوم تیکه افرازیم و بعد تو اون تیکه مقدار x یه چیز بیشتر نیست، پس x دترمینیستیک میشه، پس عملا x رو بطور دقیق میدونیم، پس این باید بشه x و همینطور هم هست، یعنی شما تعریف امید شرطی رو اگه بنویسید برای این روی هر تیکه از افراز پی مقدار ایکس یه چیزه، پس میانگینش هم رو اون تیکه یه چیزه و همون مقدار ایکس برابر با ایکس برابر. حالا این گزاره اگر بپذیریم گام آخر این استدلال میرسه به امید MN به شرط PN، اما ما اشاره کردیم که MN خودش PN اندازه پذیر هست، بنابراین این طبق این گزاره‌ای که اینجا گفتیم باید بشه همون MN و این دیگه میشه گزاره‌ای که می‌خواستیم ثابت کنیم، یعنی از این شروع کردیم و رسیدیم به MN، این دقیقا همون حکمیه که اینجا داشتیم. بله اینجا هم دیگه یه بازی بیان معادل از مارتینگل بودن رو گفته که تمرین ساده است، با همین قواعدی که تا اینجا از امید شرطی گفتیم باید بتونید این رو ثابت بکنید، و همچنین در واقع این نکته ای که حالا اینجا در صفحه قبل ما این روی رابطه ای که اثبات کردیم، در واقع اگر y n رو تعریف کنیم x به شرط p n، دیدیم که داره میگه y مارتینگله، اینجا همین رو داره میگه، میگه که اگه شما یه x رو بگیرید در واقع شرطی کنید به اون دنباله تو در تو از
افرازها با اون فیلتریشن. اگر شرطی بکنین اولیش میشه x به شرط پی سر، بعد میشه x به شرط پی یک، x به شرط پی دو، همینطور آخر. اینا دیدیم که طبعا هم رابطه که بالا تر دیدیم که همه این بود، در واقع اینا یک مارتینگل تشکیل میدن، اینا نکته خاصی نداره. و بله، باز یه نتیجه دیگه از مارتینگل بودن اینه که دیگه امید غیر شرطی اگر بگیریم، امید غیر شرطی مارتینگل نباید تغییر کنه. یعنی امید ام صفر، امید ام یک، امید ام دو، اینا همه باید با هم برابر باشن. باز این خیلی ساده از رابطه تعریف مارتینگل به دست میاد. ببینیم تعریف مارتینگل چی بود؟ این داخلی یعنی امید ام ان به علاوه شرط پی ان مساوی میشد با ام ان. حالا از اون طرف امید معمولی بگیریم، این طرف میشه امید ام ان، این طرف هم میشه امید امید شرطی. باز دیدیم چند گذاره قبل که امید امید شرطی میشه همون امید عادی، از این که امید عادی ام ان برمیاد. بنابراین امید هر مرحله با امید مرحله بعد یکیه، پس امید همه مراحل با هم یکیه که همون گذاره یه که نیاز داشتیم. و اما یه تعریف خیلی مهم، البته تو این فصل ما فکر نمی کنم استفاده ای از این بکنیم، احتمالاً برای استفاده در فصل بعد معرفی میکنه، اما به طور کلی مفهوم بسیار مهمی در ریاضیات مالی و فرآیندهای تصادفی و آنالیز تصادفی هست. مفهوم ساب مارتینگل و سوپر مارتینگل هست که ما میگیم حالا زیر مارتینگل و رو مارتینگل، که اینجوری به دست میاد که تو همون تعریف مارتینگل ما تساوی رو تبدیل به نامساوی میکنیم، حالا بزرگتر مساوی یا کوچکتر مساوی. بنابراین تعریف مثلا ساب مارتینگل زیر مارتینگل این هست که برای اون افراز، برای اون فیلتریشن پی ان ها، این داشته باشیم که امید مرحله بعد به شرط پی ان، شرط اطلاعات در مرحله ان، بزرگتر مساوی بشه از مقدار در مرحله ان، و همینطور برای سوپر مارتینگل باید کوچکتر مساوی بشه. حالا بعدا به موقعش در موقع به این دو نوع فرآیند برمیگردیم. فقط یه نکته مهمی هست که اینجا باید خودمون این فرض رو به طور ضمنی بذاریم که MN درشت‌تر از PN، افراز MN درشت‌تر از PN، یعنی MN PN اندازه پذیر. تو تعریف مارتینگل لزومی نداشت این شرط رو بذاریم چون اینجا تساوی بود و وقتی تساوی بود خود به خود MN به خاطر اینکه این طرف شرطی شده به PN، PN اندازه پذیر میشد. ولی وقتی حالا که بزرگتر مساوی گذاشتیم دیگه تضمینی برای اون نیست، پس باید این تضمین رو در واقع این شرط رو بذاریم که MN خودش PN اندازه پذیر هم باشه، که از این جهت مثل مارتینگل نباشه. و بله این نکته هم که الان ما قبلا اشاره کردیم. آره این بخش دیگه کلیت چیزایی که میخواستیم بگیم تموم میشه و از بخش بعد وارد بحث استراتژی ها و ارتباطشون با آربیتراژ و اینها خواهیم شد. فقط یه نکته از این بخش میمونه، این تعریفی که اینجا هست که احتمال میدم گاهی جاها استفاده بکنه ازش، که همونطور که اشاره کردیم یه مفهوم معادل با مفهوم افراز مفهوم میدان ها بود، فیلد ها بود در واقع. به جای اینکه یه افراز معرفی بکنیم که یک مجموعه از مجموعه های مجزا هست که اجتماعشون میشه کل اومگا، میمدیم یک خانواده ای از مجموعه ها معرفی میکنیم که نسبت به اعمال مجموعه بسته بود، اجتماع اشتراک بود کم به این ها، با اون میگفتیم یه میدان. و میتونستیم کلن به جای کار کردن با افرازها از اول با میدانها کار بکنیم، که گفتیم توی در واقع نظریه احتمال پیشرفته هم این کار رو میکنن. حالا همونطور ما میتونیم فیلتریشن ها رو هم بر حسب میدانها تعریف بکنیم. یعنی وقتی میگیم فیلتریشن یعنی یه دنباله ای از
میدان ها باشه، increasing sequence یعنی تو در تو باشن، هر کدوم زیر مجموعه بعدی باشه. وقتی میریم توی میدان ها، اون ظریف بودن میشه همون شامل بودن، یعنی اینکه یک میدان درشت‌تر از این میدان دیگه باشه معادل با اینه که زیر مجموعه هم باشه، یعنی هر عضوی توی این میدان یه عضوی از اون میدان هم باشه. و همیشه F0 در حالت افراز هم شد افراز بدیهی، یعنی تک عضوی اومگا. وقتی به شکل میدان نگاه بکنیم میشه میدانی که متشکل از دو عضو بدیهی، یعنی توهی و کل فضا. و این مفهوم اندازه پذیری رو هم به جای اینکه به نسبت به پارتیشن یا افراز بگیم، میتونیم نسبت به این میدان ها بگیم، یعنی اینکه میگیم فرایند MN ادپتد نسبت به اون میدان FN اگر به همون معنی که بالاتر تعریف کردیم میجربل باشه. حالا ما شاید اصطلاح ادپتد رو به کار نبریم تو این درس، همون میجربل به کار ببریم، ولی به حال توی آنالیز تصادفی و نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی پیشرفته این اصطلاح مرسومی هست به معنی همون اندازه پذیری نسبت به اون فیلتریشن هست، یعنی سازگار بودن، یعنی این فرایند MN شما بر اساس اطلاعات تا لحظه N مقدارش قابل تعیین باشه، این میشه مفهوم ادپتد بودن. بله دیگه این بخش اینجا پایان میرسه و تا جلسه بعد خدا نگهدار.